هلو گایز، چه خبر ها؟ امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه. امروز میخوام 3 تا از استیپی ها رو واسه تو معرفی کنم، پس حتما اون دکمه گوگلی سابسکرایب رو بزنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیو جدید ما مطلع میشید. خیلی خوب، معطلتون نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. SCP-096 این SCP توی دسته اکوالیت قرار داره. قدش بین 2 تا 2.5 متره و دهنش 4 برابر انسان عادی باز میشه. وقتی تنهاست فعالیت خاصی نداره و به نظر یه موجود بسیار غمگین و گوشه‌گیره، ولی اگه شخصی اونو ببینه این SCP بسیار خشمگین میشه و تا اون شخص یا اشخاص رو نکشه آروم نمیگیره. بسیار سریع حرکت میکنه و جیغ‌هایی میکشه که سیستم عصبی رو تحریک میکنه و شخص سست میشه و فرار کردن برای سخت میشه. در صورت آزاد بودنش ممکنه باعث کشتار سریالی مردم بشه، پس واقعا خطرناکه. ممکنه یه انسان آزمایشگاهی و تغییر ژنتیک داده شده باشه. یه ویدیو هم هست که به این موجود نسبت داده شده. این ویدیو رو با هم ببینیم. SCP-173 این SCP هم توی دسته اکوالیت قرار داره. این مورد از عجیب ترین SCP هاست. قدش نزدیک به 3 متر و از بتن و میلیارد ساخته شده و تحت مراقبت شدیده. این موجود علائم حیاتی نداره و مشخص نیست چجوری و با چه نیرویی حرکت میکنه، ولی رفتار جالبی داره و اونم اینه که تا وقتی کسی بهش نگاه میکنه حرکت نمیکنه و اون شخص اگه جونشو دوست داره نباید پلک بزنه یا جای دیگه ای رو نگاه کنه، چون زمانی که چشم ازش برداشته بشه این موجود در یه آن جلوی شخص ظاهر میشه و گردنشو خورد میکنه و میشکنه. بسیار قدرتمند و وقتی تنها بمونه صدای حرکت کردنش شنیده میشه و خودشو به کف زمین میکشه و ترشحات خون و مدفوع به جای میذاره. برای تمیز کردن محیط نگهداریش حداقل 3 نفر از دسته دی رو به کار میگیرن، همون زندانی ها که بهتون گفتم. یه نفر کف رو تمیز میکنه و 2 نفر دیگه همواره به موجود نگاه میکنن که حرکت نکنه و با هماهنگی هم نوبتی پلک میزنن. SCP-323 این SCP هم توی دسته اکوالیت قرار داره. جمجمه یه موجود ناشناخته شبیه به گوزنه که یه حالت اغوا کننده داره و به افرادی که نزدیکش باشن افکاری رو القا میکنه. کاملا بی حرکت نیست و لرزش هایی ازش گزارش شده. در یک سلول بتونی نگهداری میشه تا نتونه با دیگران ارتباط ذهنی برقرار کنه و برای جلوگیری از حرکتش از هر طرف به دیوار زنجیر شده. ورود پرسنل به داخل سلول ممنوعه مگر هر 2 هفته یه بار، اونم برای حفظ امنیت تا هر گونه مشکل و خرابی برطرف بشه، اونم به همراه یه مأمور مسلح که آماده مقابله با هر اتفاقی باشه و نباید بیش از 40 دقیقه در نزدیکی SCP-323 بمونن.
این SCP از زبونای انگلیسی و فرانسه خوشش نمیاد و در برابرش نباید با این زبونا صحبت کرد، چون کنترل خودش رو از دست میده و تکونای شدیدی میخوره و سعی در آسیب رسوندن به اون شخص میکنه. همچنین از لمس شدن امتنا میکنه و خودش رو عقب میکشه و همین مورد نشان از وجود درک و هوش در این موجود میده. پرسنلی که بجز این دو زبان بلد نیستن باید به صورت متنی برای هم یادداشت بنویسن. ظاهرا میدان دید 5 متری داره و قدرت القای افکار تا حدود 15 متر رو در بر میگیره. در صورتی که یه انسان مدت زیادی در این محدوده قرار بگیره، افکار آدمخواری و سادیسمی اونو فرا میگیره و شروع به هزیون گفتن میکنه. بی اختیار به طرف جمجمه میره، سعی میکنه سر خودشو داخل اون بکنه، ولی به خاطر اینکه سوراخ جمجمه کوچکتر از اونیه که سر انسان داخلش جا بشه، شخص اونقدر سر خودشو به در و دیوار میکوبه تا سرش کوچیک بشه و توی اون جمجمه جا بشه و در نتیجه بیوش میشه یا میمیره. ولی اگه موفق بشه سرش رو وارد جمجمه کنه، بدنش شروع به تغییرات فیزیکی میکنه. هیچ وقت نتیجه نهایی دیده نشده و بدن SCP-323 رو سری نابود کردن و اجازه ندادن به شکل کامل خودش در بیاد. به حالت تغییر شکل داده شده یه SCP-323 که بدن شخص دیگه ای رو در اختیار گرفته باشه SCP-323 وام میگن. البته نمیدونم، فکر کنم همین باشه. برای تامین انرژی برای تغییر شکل یافتن احساس گرسنگی شدید میکنه و شروع به هم نخاری میکنه. اگه به زودی چیزی برای خوردن پیدا نکنه، ابتدا حرکات بدنش کاهش پیدا میکنه و سپس به خودخواری روی میاره تا وقتی از شدت خونریزی بمیره. تعداد قربانیان SCP-323 در زمان قبل از انتقالش به سازمان مشخص نیست. خب دوستان، امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و اینم بگم SCP ممکنه هر چیزی باشه. ممکنه یه آینه باشه، یه تخت باشه، یه ماسک باشه و یا حتی یه موجود باشه. خیلی خوب، اینم از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. پس تا ویدیوی دیگه، بدرود.